even during this pandemic, the Iranians using the Ayatollahs, the regime's resources, to foment terror across the world, even when the people of Iran are struggling so mightily. وزیر خارجه آمریکا میگوید حکومت ایران با وجود بحران کرونا به ترور در جهان دامن زده. در 60 دقیقه امشب میپرسیم نگرانی آمریکا و اسرائیل دقیقاً از چیست؟ دو سال بعد از شروع فشار حداکثری آمریکا بر ایران، چرا واشنگتن موفق نشده رفتار تهران را تغییر دهد؟ این را از یک استراتژیست سابق دونالد ترامپ میپرسیم. همچنین در برنامه امشب تلاش جهان زخمی از کرونا برای بازگشت به زندگی عادی. چین نگران موج دوم شیوع است. ضربه کرونا به کسب و کارها در ایران. دولت به مغازه‌داران چه کمکی می‌کند؟ به رسم کیان تاج و تخت مهی بیاراست با کاخ شاهنشاهی. به روز خجسته سر مهر ماه به سر برنهاد آن کیانی کلا. و چطور از شاهنامه لذت ببریم؟ یک پژوهشگر ادبیات در مورد شاهکار فردوسی میگوید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در اولین سفر خارجیش پس از شروع بحران کرونا به اسرائیل رفته. از جمله موارد گفتگوی او با رهبران اسرائیل موضوع ایران بود. مایک پومپئو بار دیگر حکومت ایران را متهم کرد که در شرایطی که مردمش با بحران کرونا دست به گریبانند، منابع مالی آنها را برای پیشبرد سیاست‌های تحریک‌آمیز منطقه‌ای خود خرج می‌کند. بنیامین نتانیاهو هم رهبران ایران را به بیماری وبا تشبیه کرد که به جان منطقه افتادند. بنابر گزارش‌ها اسرائیل در هفته‌های اخیر چندین بار به مواضع ایران و متحدانش در سوریه حمله کرده. آیا موضع ایران در منطقه ضعیف شده؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از خشایار جنیدی. در اسرائیل با رعایت تدابیر بهداشتی، پس از 8 هفته این نخستین سفر خارجی وزیر امور خارجه آمریکا در دوران همه‌گیری ویروس کرونا است. سفری چند ساعته ولی مهم. آقای پومپئو هدف از این سفر را گفتگو با نخست وزیر اسرائیل و بنی گانتس، شریک تازه او در دولت، عنوان کرد. درباره دو موضوع، همه‌گیری ویروس کرونا و ایران. حتی در دوران همه‌گیری هم ایرانی‌ها دارند از منابع مالی آیت الله و رژیم برای گسترش تروریسم بهره می‌گیرند، در زمانی که مردم ایران در مضیقه هستند. مقام‌های دولت ترامپ پیشتر از کاهش تحرکات منطقه‌ای ایران به خاطر کاهش شدید منابع مالی آن در اثر تحریم‌ها خبر داده بودند. در روزهای گذشته هم گزارش‌های تایید نشده‌ای از احتمال کاهش حضور نظامی ایران در سوریه مطرح شده، و این در حالی است که تحلیلگران حملات سنگین ارتش اسرائیل علیه مواضع ایران در سوریه را از نشانه‌های تضعیف حکومت ایران در منطقه عنوان کرده‌اند. همزمان منابع خبری در اسرائیل به موضوع مهم دیگری هم اشاره دارند که می‌گویند هدف مهم دیگر این دیدار هاست: الحاق یک جانبه بخش‌هایی از کرانه غربی به اسرائیل که مورد توافق بنیامین نتانیاهو و شریک تازه او در قدرت است و آمریکا هم با آن مخالفتی ندارد، هرچند بعضی از متحدان اروپایی آمریکا مانند فرانسه مخالف این کار هستند، ولی آقای پومپئو گفته فقط اسرائیل در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. پیش از برنامه گفتگویی داشتم با سباستیان گورکا، استراتژیست سابق دونالد ترامپ، و از او پرسیدم که دو سال پس از فشار حداکثری بر ایران، امروز هم مایک پومپئو این کشور را خطری برای منطقه خوانده که لحظه‌ای متوقف نشده. این فشار حداکثری بر ایران چه نتیجه‌ای داشته؟ موفقیتش عالی بوده. اگه شما نگاه بکنید در تظاهراتی که در سراسر ایران رخ دادن، نه فقط در شهرهای بزرگ، مردم خسته شدن از این دیکتاتوری.
مردم از این دیکتاتوری ملاها خسته شدند که این کشور ایران رو نابود کرده از سال 1357 خورشیدی. در دولت دونالد ترامپ ما قوی ترین نظام تحریمی رو علیه ملاها بعد از انقلاب اعمال کردیم و دیر یا زود هم این تسلط دیکتاتورها شکسته خواهد شد و مردم پارسی میتونن کنترل کشور خودشون رو بر عهده بگیرن. هدف خسته کردن مردم بوده یا آوردن ایران به پای میز مذاکره و تغییر رفتارش در منطقه؟ پرزیدنت ترامپ، رئیس سابق من و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا خیلی روشن حرفشون رو زدند. تحریم ها مردم ایران رو هدف قرار ندادند. مردم ایران یک مردم مغرور با تمدن دیرینه هستند. مشکل اونا نیستن. خطر منطقه، خطر امنیت تمام آدم های آبرومند دنیا رژیم ایران هست. سپاه پاسداران هست، ملاها هستند، آخوندها هستند و آیت الله هستند. تحریم ها این رژیم رو هدف قرار داده که یک رژیم دیکتاتوری است. درست، اما من هنوز پاسخ سوالم رو نگرفتم که دقیقاً تا الان این تحریم ها چه به دست آورده بجز نارضایتی مردم و اعتراض خیابانی. تضعیف رژیم. رژیم ایران هرگز به اندازه امروز ضعیف نبوده. از زمان انقلاب به اندازه امروز ضعیف نبوده. فقط نگاه بکنیم به اقتصاد کشور. ببینین که چجوری حلقه محاصره سپاه پاسداران تنگتر شده. اونها دارن پولشویی میکنن ولی دیگه نمیتونن در منطقه دست به حملات تروریستی بزنن. اون توانایی رو دیگه ندارن که بتونن به صورت غیرعادلانه مردم رو کنترل بکنن. چون مردم میرن توی خیابون. وقتی شما میگین فقط اعتراضات مردم رو این تحریم ها باعث شده، حرف خیلی عجیبیه. آزادی یعنی همین. تحریم ایالات متحده آمریکا بر ایران داره آزادی رو به نحوی برای مردم ایران به ارمغان میاره که ما از زمان به دست گرفتن قدرت از طرف خمینی ندیدیم. اما برداشتی که از حرفای امروز مایک پومپئو میشه چنین تصویری نمیده. امروز آقای پومپئو میگه که ایران کماکان یک تهدید جدی منطقه محسوب میشه. بله، این تهدید رو متوجه منطقه میکنه. تا وقتی آخوندها بر سر کار باشن حکومت ایران یک تهدید هست و اونها متاسفانه هنوز بر سر کار هستن، هنوز قدرت رو در دست دارند، ولی این قدرت دچار فروپاشی شده و ایالات متحده در کنار هر مردمی ایستاده که میخوان سرنوشت خودشون از دست دیکتاتورها بگیرن. ما زنهایی رو داریم، تصاویر رو داریم از زنهایی که در خیابونهای تهران پوسترهای اون جنایتکار بزرگ قاسم سلیمانی رو دارن به زیر میکشن. این زیباست، تصویر آزادی این هست و این بهترین نشانه هست که تا این رژیم ایران در خطر بزرگ قرار داره و آزادی در دسترسه. قدم بعدی آمریکا چه خواهد بود؟ فشار رو حفظ بکنه، اون حلقه محاصره رو بر روی آخوندها و بر سپاه پاسداران تنگتر بکنه، تا حدی شکاف رو در حکومت به وجود بیاره که رژیم دچار فروپاشی بشه و مردم بتونن سرنوشتشون رو به دست بگیرن. من وقتی برای دونالد ترامپ کار میکردم او یک نامزد بود و بعد یک استراتژیست در کاخ سفید بود وقتی رئیس جمهور شد. او یک آدم مداخله‌گر نیست. او اعتقاد به این ایده نداره که به کشورهای دیگه بر حمله نظامی کرد، اما او در کنار تمام مردمی ایستاده که میخوان برای خودشون آزادی به دست بیارن و این تحریم‌های ما هدفش این هستش که دولت ایران رو در یک حلقه محاصره قرار بده تا وقتی مردم پارس بتونن دوباره آزادیشون رو به دست بیارن. یکی از شعارهای دونالد ترامپ مخالفت با توافق هسته‌ای برجام بود. الان به گفته IAEA، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بسیاری از کارشناسان، ایران سرعت دستیابی به سلاح اتمیش نصف شده. چطور میشه انتظار داشت که زیر پا گذاشتن اون برجام منطقه رو امن‌تر از گذشته کرده باشه؟
توافق هسته‌ای یک فاجعه برای امنیت بین‌المللی بود. این یک زمان بسیار غرورآمیز برای من بود وقتی پرزیدنت ترامپ با من مشورت کرد که گفت ما چی کار بکنیم با این توافق هسته‌ای. من بهش گفتم خارج شو از توافق هسته‌ای، منحل کن این توافق رو. اینکه ما در توافقی باشیم که 150 میلیارد دلار به رژیم جنایتکار ایران بده و حتی جلوی تولید بمب هسته‌ای رو گرفت، شما میدونید اصلا باید متن اون توافق هسته‌ای رو بخونید. جلوی تولید بمب رو نگرفت، فقط به عقب انداخت دسترسی به اون بمب رو. و به لطف تلاش‌های بنیامین نتانیاهو که 2 سال پیش رو اینترنت توضیحات لازم رو داد، ما میدونیم که ایران دروغ گفت. ایران توانایی تولید سلاح هسته‌ایش رو ادامه داد حتی بعد از اینکه اوباما اون توافق هسته‌ای رو امضا کرد. بنابراین پرزیدنت ترامپ حق داشت وقتی گفت که از توافق هسته‌ای خارج میشه و اجازه نخواهد داد پولی به حکومت جنایتکار ایران برسه، و این باعث شد که دنیا و منطقه امن‌تر بشن. متشکرم. سپاسیان گورکا. محسن صلح‌دوست، پژوهشگر روابط بین‌الملل و علوم سیاسی دانشگاه کوینزلند از بریزبین استرالیا با ماست. آقای صلح‌دوست، شنیدی صحبت‌های آقای گورکا رو، تکرار صحبت‌های مایک پومپئو و دونالد ترامپ. از طرفی معتقدند که سیاست فشار حداکثری موفق بوده، همزمان می‌شنویم که امروز آقای پومپئو میگه که ایران کماکان بسیار کشور خطرناکیه در منطقه. تضاد به نظر میاد وجود داشته باشه بین این دو گفته. درود بر شما. بله، ببینید در مورد این دوگانگی که ما در گفتار کابینه آقای ترامپ و خود ایشون می‌بینیم، خب من قبل اون می‌خوام اشاره بکنم به جایگاه وزرای کابینه آقای ترامپ. اساساً کسی که به عنوان وزیر در کابینه آقای ترامپ کار می‌کنه، شغل اولش و نقش اولی که ایفا می‌کنه این هستش که مواضع آقای ترامپ رو تایید کنه، ولو اینکه مغایر با عرف روابط بین‌الملل، واقعیت‌های مستند و یا حتی واقعیت‌های اثبات شده علمی باشه. اینکه آقای پومپئو سعی میکنه دو دنیای موازی رو با در مورد ایران ترسیم بکنه، خب دو تا مخاطب متفاوت داره. در یک دنیایی که ایشون داره ترسیم میکنه برای شرکای منطقه‌ای هست، برای عربستان، اسرائیل و همچنین جلب حمایت شرکای اروپایی برای تمدید تحریم‌ها بر علیه ایران هست. خب در این دنیا ایران همچنان مشغول حمایت از گروه‌های شبه نظامی و گسترش حضور خودش در عراق، سوریه، لبنان و به گفته آقای پومپئو گسترش ناآرامی و بی‌ثباتی است. یک دنیای موازی دیگه هم ایشون داره ترسیم میکنه، بیشتر با یک رویکرد پوپولیستی و برای مخاطب داخلی هست. ایران رو به عنوان یک کشور منزوی و در یک قدمی سقوط معرفی میکنن. خب این دنیا رو با نیاز دارن که چنین تصویری از سیاست خارجی های ترامپ ارائه بدن، به خاطر که بگن سیاست فشار حداکثری بر روی ایران بسیار موفق بوده، بیرون آمدن از تعهدنامه به عنوان برجام حتی سیاست موفق بوده، چیزی که اکثر شد یعنی تمام شرکای اروپایی و حتی چین و روسیه با این اقدام آمریکا مخالف بودن. اما خب این رو هم باید به عنوان یک موفقیت در سیاست خارجی آقای ترامپ به مخاطب داخلیشون با این رویکرد پوپولیستی ارائه بدن. به هر حال انتخاباتی هست که در پیش رو دارن و باید اونم که این 4 سالی که آقای ترامپ رئیس جمهور بوده چه دستاوردی در سیاست خارجی داشته. حالا فارغ از اینکه آقای پومپئو چی میگه، اگر بخوایم یک نگاه کلی تر بکنیم به عملکرد حال حاضر ایران در منطقه، آیا میشه گفت که در نتیجه تحریم های آمریکا ایران حضور منطقه ایش تضعیف شده؟ من اعتقاد ندارم که حضور منطقه ایش تضعیف شده. به نظر من به هر حال تحریم ها تاثیر گذاشته، تحریم های اقتصادی مشکلات زیادی رو برای ایران به وجود آورده، ترور آقای سلیمانی مشکل دیگه رو به وجود آورد در ساختار نیروهای نظامی ایران در خارج از مرزها. بنابراین و با توجه به این که در جایی به عنوان مثلا سوریه سرمایه گذاری بسیار زیادی رو کرده ایران، من گمان نمی کنم که ایران تغییر استراتژی به معنای خیلی پایه‌ای بخواد بده در سوریه. شاید جابجایی نیروها، انبار تسلیحات و یا حتی به صورت موقت کاهش نیروها رو در سوریه داشته باشه برای کاهش تلفات، تا زمانی که تکلیف انتخابات آمریکا در نوامبر مشخص بشه، تا زمانی که جانشین آقای سلیمانی که در سپاه قدس بیشتر جا بیفته و بیشتر بتونه کنترل اوضاع رو به
نسای سلیمانی بتونه در دست بگیره. ولی مشخصا در سوریه به نظر میاد که به گفته بعضی از رسانه‌های کشورهای عرب و همچنین اسرائیل به نظر میاد که ایران داره تا حدودی نیروهاش رو کاهش میده در اونجا و میدونیم که در دو هفته گذشته چندین بار هرچند اسرائیلی‌ها تایید نکردن ولی گفته میشه که حمله کردن به مواضع ایران در سوریه. فکر نمی‌کنید که کاهش حضور نظامی ایران در سوریه از یکی از نشانه‌های موفقیت سیاست دونالد ترامپ بوده باشه؟ به نظر من این یک تغییر رویکرد استراتژیک اما به صورت موقت هست. همونطور که خدمتتون عرض کردم، من گمان نمی‌کنم با اون سرمایه‌گذاری که ایران چندین سال در سوریه انجام داده به این راحتی تسلیم سیاست فشار حداکثری بشه. اگر هم قرار باشه چیزی به اون عنوان عقب نشینی اتفاق بیفته، قطعاً در ازای اون باید یک چیزی رو دریافت بکنه ایران. ما تا به حال چیز امتیازی ندیدیم که به ایران داده بشه در ازای اینکه نیروهاشو بخواد به عقب بکشه. برای این درگیری‌های نظامی به نظر من فکر نمی‌کنم منجر به این بشه که ایران بخواد اون رویکرد و استراتژی کلیشو در مورد سوریه تغییر بده. آیا جای پای ایران در دیگر کشورهای منطقه کماکان به همون محکمیه؟ مشخصاً از لبنان اگر بخوایم شروع بکنیم. در لبنان، در عراق و در سوریه به نظر من شاید یک مقداری کمرنگ‌تر شده باشه حضور ایران و اون هم به هر حال بخاطر همون شرایطی که در گزارشتون هم بهش اشاره کردین، تحریم‌های اقتصادی هست، هزینه‌هایی که برای حضور ایران خواهد داشت در این مناطق. ولی باز هم من فکر می‌کنم که ایران به دنبال راه‌هایی خواهد گشت که این عقب نشینی موقت یا این به هر حال این عقب نشینی تاکتیکی یا استراتژیک موقت رو بتونه جبران بکنه از روش‌های دیگه. باید منتظر باشیم ببینیم که در چه زمینه ایران این ضعف فعلی رو جبران خواهد کرد. متشکرم. محسن صلح‌دوست، پژوهشگر روابط بین‌الملل و علوم سیاسی. وزارت بهداشت ایران میگوید وضعیت کشور از نظر شیوع ویروس کرونا هنوز عادی نیست، اما در اکثر استانها مرگ و میر و ابتلا به تدریج رو به کاهش است. در این میان وضعیت استانهای خوزستان و تهران نگران کننده اعلام شده. قرار شده ستاد کرونا درباره شیوه برگزاری مراسم عید فطر و تظاهرات روز قدس تصمیم بگیرد. طبق آمار رسمی در شبانه روز گذشته نزدیک به 2000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران ثبت شده و 50 نفر از مبتلایان جانشان را از دست دادند. علی همدانی گزارش می‌دهد. اولین شب از شب‌های قدر امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در سایه تدابیر بهداشتی برگزاری مراسم مذهبی موسوم به شب قدر به روایت تلویزیون ایران. در گزارش‌های صدا و سیما تاکید بر اشتیاق مردم است برای حضور در مساجد و اماکن مذهبی و تلاش مقامات برای اعمال فاصله گذاری اجتماعی. روایت متفاوت شهروند خبرنگاران. این تصاویر از مشهد به دست بی بی سی رسیده. راوی میگوید که صدها نفر بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی کنار یکدیگر جمع شدند و این تصاویر را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده. مردمی که بدون رعایت فاصله مشغول برگزاری مراسم مذهبی ویژه این شب بودند. جلسه امروز هیئت دولت، حسن روحانی از بازگشایی موفقیت‌آمیز مساجد شب گذشته خبر داده و از مسئولان تشکر کرده. برگزاری مراسم دولتی ماه رمضان همچنان دغدغه مورد بحث در جلسات مقامات. پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد امنیتی کرونا در وزارت کشور ایران مقامات جمع شدند تا درباره چگونگی برگزاری روز قدس و نماز پایان ماه رمضان بحث کنند. یکی دیگر از موضوعات که خیلی مهم بود بحث نماز عید فطر بود. در نماز عید فطر مثل بقیه پیشنهاداتی بود، از جمله اینکه فقط در شهرهایی که سفید هستند در فضای باز و با رعایت کامل پروتکل‌ها برگزار بشه. یه پیشنهاد دیگه این بود که در شهرهای سفید و شهرهای زرد که بیش از 400 تا شهر را شامل میشه با همین شرایط برگزار بشه. یه پیشنهاد دیگه این بود که در کل کشور با رعایت شرایط پروتکلی و در همه مساجد و در فضای باز بشه. بازگشایی اماکن ورزشی و مسابقات تمرکز امروز وزارت بهداشت ایران بوده. امروز نامه رو خدمت عزیزان برای وزارت ورزش و جوانان میفرستیم که در شهرهای غیر قرمز و نسبتاً پرخطرتر هم با خطر متوسط و حتی پرخطر هم ورزش‌های انفرادی بتونن برقرار بشن
برای تمرین‌های لیگ‌ها امروز داریم تصمیم گیری می‌کنیم که به عزیزان ابلاغ کنیم در مراکز ورزشی. همه در حالی که درباره میزان دقیق شیوع ابتلا و قربانیان کرونا در ایران تردید وجود دارد. آماری را که دولت ارائه می‌کند بسیاری حتی از میان مسئولان رد می‌کنند. شمار آزمایش‌های روزانه تشخیص ابتلا در ایران مشخص نیست و آخرین آمار ارائه شده در اوایل ماه اردیبهشت رقمی متناقض از روزانه 6000 تا 15000 آزمایش را نشان می‌دهد. رقمی اندک با توجه به جمعیت 83 میلیون نفری ایران. و همزمان گزارش‌ها درباره شیوع دوباره یا جهش در موج اول شیوع در استان خوزستان خبرساز شده. سخنگوی دولت برگزاری مراسم مذهبی بدون فاصله گذاری اجتماعی در ماه رمضان را از جمله دلایل ابتلای شهروندان خوزستانی به کرونا ذکر کرده. تصاویر تازه از گورستان بهشت زهرای تهران، دفن و کفن قربانیان کووید 19، تجمع و عزاداری در دوران کرونا برخلاف توصیه‌ها در اغلب نقاط جهان. علی همدانی، بی‌بی‌سی. در پی افزایش شیوع کرونا در لبنان دوباره قرنطینه سراسری برقرار شده. فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و آرایشگاه‌ها تازه اجازه بازگشایی گرفته بودند اما حالا دوباره بسته می‌شوند. همزمان خدمات حمل و نقل شهری در لندن روند بازگشت به حالت عادی را آغاز کرده. دولت توصیه کرده که مردم تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنند و اگر می‌توانند از خانه کار کنند. در هند نخست وزیر این کشور از کمک 266 میلیارد دلاری به کسانی خبر داده که کسب و کارشان از کرونا آسیب دیده. اما بیشترین آسیب اقتصادی متوجه چین شده که بیم موج تازه‌ای از ابتلا به کرونا در آن می‌رود. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. قطار زیرزمینی لندن دوباره شلوغ شد. اما با الزام به پوشاندن دهان و بینی و رعایت فاصله که صفها را درازتر و زمان رفت و آمد به محل کار را بسیار طولانی تر می کنند. کسانی که نمی توانند از خانه کار بکنند باید سر کارشان برگردند، البته اگر کاری در کار باشد. از جمله کسب و کارهایی که از سر گرفته می شود معاملات املاک است. مشتری ها می توانند بروند خانه ببینند، اما مهمان به خانه نباید دعوت کرد، حتی اگر پدر و مادرتان باشند. استدلال هم این است که مشتری یک بار می آید می بیند و می رود، اما دوست و پدر و مادر و فامیل رفت و آمدشان تکرار می شود و خطر انتقال ویروس بالا می رود. از بحران اقتصادی جهانی 12 سال پیش تا کنون امسال بدترین سال اقتصاد بریتانیا است. پیش بینی شده که اقتصاد کشور 14% کوچک می شود. بحران اقتصادی سال 2008 5 سال طول کشید تا رفع شد، اما اقتصاددانان می گویند رشد 15% پیش بینی شده برای اقتصاد در سال آینده بحران امسال را رفع خواهد کرد. در این 7 هفته‌ای که قرنطینه در بریتانیا برقرار بوده، 2 نوع کسب و کار سود برده و رشد کردند. داروسازان و داروفروشان 9% و شرکت‌های تأمین کننده ارتباط اینترنتی 1.4% اندوخته‌شان افزایش یافته. بدترین ضرر را هم تولید کنندگان خودرو دیدند با افت بالای 16%. شرکت استون مارتین، تولید کننده خودروهایی که جیمز باند سوار می‌شود، از 146 میلیون دلار ضرر خبر داده. فروش کارخانه 1/3 کاهش یافته. با این حال وضع بریتانیا از ایتالیا و اسپانیا و فرانسه خیلی بهتر است که اقتصادشان خسارت خیلی بزرگتری دیده. بدتر از همه اینها چین است که تولید ناخالص داخلیش 9.8% کاهش یافته. آن هم در حالی که از مناطق دور افتادهش که تاکنون از کرونا در امان مانده بود، موارد تازه ابتلا کشف می شود و سیاست بازگشایی قرنطینه را به چالش می کشد. دیروز در حوالی مغولستان گزارش کرونا آمد، امروز از مرز روسیه، از جیلین در انتهای شمال شرقی چین. از همان خاور دور و سرزمین های پیروان بودا بشارت هایی هم می رسد. در تایلند،
ظرف 24 ساعت گذشته هیچ مبتلای تازه‌ای به کرونا شناسایی نشده. آمار 3017 نفری مبتلایان و 56 نفری جان باختگان تکان نخورده. مهرداد فرهمند، بی بی سی. همطور که در گزارش مهداد هم شنیدیم، بعضی از کسب و کارها در بریتانیا بازگشایی شده. خبرنگار ما بهرنگ تاجین از مرکز لندن پایتخت بریتانیا به ما پیوسته. بهرنگ، آیا تفاوتی قابل مشاهده است در خیابان‌ها اونجایی که تو هستی؟ رانا، من در منطقه وست اند لندنم، قلب تجاری، قلب در واقع توریستی لندن. این خیابون‌های دوروبر من در حالت عادی پر از هم توریست‌ها هم محلی‌ها. اینجا منطقه‌ایه که پر از تئاتر، سینما، رستوران، کافه و خیلی وقت‌ها حتی اینجایی که من وایستادم شما نمیتونید وایستید، انقدر که آدم میاد و میره. ولی اگه این روزها نگاه بکنید تقریبا میبینید که خیابونها خالیه، نه خبری از توریست هست نه خبری از محلی ها. رستوران ها بستن، مغازه های لباس فروشی و عرض کنم تئاترها و سینما ها، همه اینها تعطیله. این اون چیزیه که اقتصاددان ها بهش میگن رکود، اینکه آدم ها نمیان خرید و کسی هم نیستش که در واقع تو مغازه کار بکنه و درآمدی داشته باشه از این راه. و چیزی که این وضعیتیه که تو خیلی از کشورهای اروپا و کشورهای سراسر دنیا که به خاطر شیوع کرونا مجبور شدن وارد قرنطینه بشن، این وضعیت هست. در بریتانیا از امروز دولت شروع کرده بعضی از محدودیت‌ها رو برداشته، ولی فعلا در این حده که به کارکنان صنعت ساختمان و کلن صنایع گفته اگر میتونید برگردید سر کار. نکته مهم داستان اینه، خیلی از اون کارخونه ها وقتی مغازه ها تعطیله، وقتی خریداری نیست، مشتری هم ندارن، تقاضا هم براشون نیست. پس قضیه اینجوری نیست که فقط اگر که دولت به کارگران و کارفرماها اجازه بده که برگردن سر کار، کار رو از سر بگیرن، اقتصاد برمیگرده به سر جاش. چون تا وقتی تقاضا برنگشته اقتصاد و تولید هم برنمیگرده. و تقاضا با توجه به اینکه خیلی از افراد شغلشون از دست دادن ممکنه تا مدت‌ها پایین بمونه، پیش‌بینی بانک مرکزی راجع به آینده اقتصاد بسیار پیش‌بینی نگران کننده‌ایه. دقیقاً، خیلی ها پیش‌بینی می‌کنن که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم سال 2020 میلادی، یعنی فصل بهار، در واقع دو رقمی تولید ناخالص داخلی پایین بیاد. ببین، امروز نتایج در واقع آمارگیری مربوط به سه ماهه اول سال فصل زمستون در اومد که نشون میداد اقتصاد بریتانیا تو اون سه ماه 2% کوچیک شده، ولی از این 13 هفته، از این سه ماه فقط یک هفتهش بریتانیا در قرنطینه بوده. حالا در سه ماهه دوم که بخش عمده این سه ماهه قرنطینه است، کسب و کارها تعطیله و مردم اجازه ندارند بیرون بیاد، میتونیم انتظار داشتیم 10%، شاید حتی تو بعضی از پیشبینی ها 25% تولید ناخالص داخلی کوچک بشه. بذار بگم این یعنی چی. ببین، اتفاقی که افتاد این بود که دولت بریتانیا و خیلی از دولت های دیگه اروپایی از جمله مثلا نروژ اومدن برای جلوگیری از بیکاری شدید به کارفرماها گفتن که شما حقوق 80% حقوق کارکنانتون رو بدین، این پول رو دولت به شما میده. آماری که در اومده نشون میده که 7.5 میلیون نفر در حال حاضر در بریتانیا از کارکنان بخش خصوصی حقوقشون رو داره دولت میده. کل کارکنان بخش دولتی حدود 5 میلیونه، یعنی 1.5 برابر تعداد کارکنان بخش دولتی هستن که در بخش خصوصی هستن و این روزها کار نمی‌کنن و حقوقشون رو داره دولت میده. این اون چیزیه که خیلی از کشورها ازش نگرانن. می‌بینید تو کشورهایی مثل آمریکا که دولت یه همچین در واقع تدابیری رو در نظر نگرفته، تو آمریکا در عرض یک ماه نزدیک 30 میلیون نفر بیکار شدن و این خطر مهمیه برای اقتصادها، به خاطر اینکه خیلی‌ها نگرانن که اگر این اتفاق نیفته، این اقتصاد، این تولید ناخالص داخلی که رفته پایین، همینجور پایین بمونه، اصطلاحاً وارد یک رکود به شکل ال بشیم. و به همین خاطره که دولت‌ها دنبال اینن که با
نگه داشتن پتانسیل اقتصاد تا وقتی که شما مثلا کسب و کارتون سر جاشه، شرکتتون سر جاشه، کارکنانتون دارن حقوق میگیرن، کسی رو بیکار نکردین، به محض این امیدواری اینه که وقتی محدودیت‌ها برداشته بشه همه بتونن برگردن سر کار، اقتصاد همینجوری با همون سرعتی که اومده پایین با یه سرعتی شبیه اون بره بالا. ولی مسئله اینه که هیچ تضمینی نیست، به خاطر اینکه اینها تدابیریه که هیچ وقت در هیچ کجای دنیا قبلا به کار نگرفته نشده که کسی بدونه که آیا موفق میشه یا نه. متشکرم بهرنگ تاجدین خبرنگار ما. اما همینطور که رفته بسیاری از کشورهای اروپایی محدودیت‌ها رو کاهش میدند، انتقاد و پیش‌بینی راجع به این سیاست‌ها هم مطرحه. شراره اخوان استاد بهداشت جامعه از دانشگاه مالاردن و پژوهشگر هیئت ملی سوئد در زمینه سلامت و رفاه از استکهلم با ماست. خانم اخوان خوش آمدید به برنامه. ابتدا از کشور شما در واقع از سوئد شروع بکنیم. جز معدود کشورهایی بود که قوانین سفت و سختی که بعضی دیگر از کشورهای اروپایی گذاشتن رو وضع نکرد. آیا اون قوانین در واقع کمتر محدود کننده موفق بود برای مهار کرونا؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز شما. میدونید که در سوئد به هر حال ما یک حالت نیمه قرنطینه داشتیم، یعنی در واقع مثلا مهد کودک ها، مدارس ابتدایی و متوسطه باز بودند. اونایی که نمیتونستن از خونه کار کنن به هر حال سر کارشون میرفتن و وسایل نقلیه عمومی در حرکت بود. یه جوری به هر حال جامعه به یه نوعی یه بخشی از کارکرد خودش رو داشت. رستوران ها و بارها هم اوائلش کمتر ولی بعداً بیشتر و بیشتر باز شدن. بنابراین ما یه حالت نیمه قرنطینه در سوئد داشتیم. هدف هم در واقع این بودش که یعنی بر اساس تصمیماتی که گرفته شد توسط از جمله پابلیک هلت اینستیتوت سوئد، این که یک حالتی از در واقع همون ایمنی گله‌ای در سوئد به وجود بیاد. و تا کنون بر اساس اونچه که پیش رفته، خب البته متاسفانه چند پاشنه آشیل داشت این استراتژی که بهش می‌پردازم، ولی تا کنون به هر حال موفق بوده و حدوداً به حدود 25% جامعه الان در واقع این بیماری رو گرفتن و آنتیکروپ رو در بدنشون تولید کردن که خودش موجب یک نوع ایمنی گله‌ای میشه. تفاوت‌های فرهنگی هست بین همه کشورها، از جمله در کشورهای اروپایی. بسیاری از مقام‌های سوئد می‌گفتند که اساساً اعمال قرنطینه در کشوری مثل سوئد اونقدر سخت نیست، به دلیل اینکه اصولاً از نظر فرهنگی آدم‌ها از هم فاصله می‌گیرند، بیش از نیمی از جمعیت تنها زندگی می‌کنند. فکر می‌کنید که رفع این محدودیت‌ها در کشورهای فرزند مثل بریتانیا می‌تونه همونقدر موفق باشه که در سوئد عمل کرد؟ نه، منم کاملا موافقم. حالا نه در اون وجهش که شما گفتید، به هر حال یک بخش قضیه است، ولی من فکر می‌کنم مهمترین بخش قضیه تفاوتی که سوئد با سایر کشورهای اروپایی داره، خب اولا میزان جمعیتشه که تقریبا حدود 10 میلیون جمعیت سوئد هست. بعد شرایط و امکانات رفاهی، دولتی، بهداشتی، درمانی در سوئد متفاوته. نوع حکومتی که هست، یعنی به نظرم یک حکومتی که به هر حال دموکراسی در گیومه حتی اگه بخوایم ازش اسم ببریم، یک حکومت سکولار هستش و رابطه‌ای که بین حکومت با مردم وجود داره یک رابطه بر اساس اعتماد، هم دولت به مردم اعتماد میکنه و هم مردم به دولت اعتماد میکنن. در سوئد نمیگن ممنوع است، بلکه در سوئد میگن که ما توصیه میکنیم که این کارو نکنید و مردم هم نمیکنن. اگر که بخوایم مقایسه بکنیم سیاست‌های این کشورهای اروپایی رو با سیاست‌های بهداشتی در ایران، اونجا هم بعضی از مقام‌ها معتقدند که به هر حال این سیاست ایمنی گله‌ای که در بعضی از کشورها جواب داده، شاید در ایران هم جواب بده. بله، من همونطور که گفتم، من فکر می‌کنم خیلی تفاوت هست بین اینکه شما یه سیاست رو در سوئد بخواید پیاده بکنید با ایران، با توجه به همون نکاتی که گفتم. ایران یک جامعه به شدت طبقاتی است. در ایران در واقع دولتی که بر سر کاره، مسئله ایدئولوژی که خودش رو، حفظ ایدئولوژی خودش رو بر این سلامت مردم ترجیح میده. ما همه الان تو گزارش شما دیدیم از ایران که چگونه نمازهای جمعی برگزار میشه و چقدر مردم نزدیک به هم میشینن و هیچ گونه رعایتی نمیشه. بنابراین دولت به فکر سلامتی مردم نیست، دولت میخواد ایدئولوژیک و حکومت خودش رو حفظ بکنه و این که این مدل رو در ایران بخواد استفاده بکنن بسیار بسیار میتونه خطرناک باشه.
ولی به هر حال شما به عنوان یک استاد بهداشت جامعه یه سری واقعیت‌های اقتصادی هم هست. بسیاری از کشورها ناچارند که محدودیت‌ها رو کم بکنن، اجازه بدن که کسب و کارها بازگشایی بشه. چطور میشه همزمان بهداشت عمومی رو رعایت کرد و چرخ اقتصاد رو هم دوباره به راه انداخت؟ حالا این سوال خیلی بزرگیه، فکر کنم جوابش بتونه جایزه نوبل رو امسال بگیره. ولی واقعیت این هستش که میگم نمیتونیم کشورهای مختلف رو از لحاظ سلامتی و از لحاظ استراتژی هایی که در رابطه با بهداشت جامعه گرفته میشه با هم یکسان کنیم و بگیم اگر این سیاست مثلا در کشوری مثل سوئد با ویژگی های خاص خودش موفق بوده حتما در کشورهای دیگه هم موفق میشه. اینطور نیست. به نظرم هر کشوری باید به شرایط خاص خودش نگاه کنه. ولی الان با توجه به اینکه ممکنه با باز کردن دوباره ما با یک موج دوم روبرو بشیم که میتونه حتی از موج اول بالاتر باشه بر اساس یک سری تحقیقات، بسیار بسیار مهم هستش که همچنان قوانین حداقل نیم قرنطینه حفظ بشه و به ویژه مسئله رابطه فاصله اجتماعی و رعایت فاصله اجتماعی بسیار بسیار مهم هست که در کشورهایی که جمعیت زیاده و مسائل اقتصادی به مردم بسیار فشار میاره این مشکل. در سوئد دولت وارد شده و با بودجه های عظیمی وارد شده و داره کمک میکنه برای اینکه مردم اگه سر کار نمیرن، اگه بیکار شدن، بهشون فشار مالی نیاد. در حکومت ایران مثلا هرگز همچی کاری رو نکردن و بنابراین خیلی میتونه که فشار بسیار زیادی هم به لحاظ اقتصادی به مردم بیاره و همین که در واقع یک حالت بن‌بست به وجود میاره. متشکرم از شما شراره یخبا. وزیر بهداشت ایران گفته درباره بازگشایی رستوران‌ها و سایر کسب و کارها جلساتی برگزار خواهد شد تا بعضی از آنها از خرداد ماه به مرور فعالیتشان را از سر بگیرند. وزیر کشور هم گفته که قرار است ستاد ملی مقابله با کرونا درباره زمان بازگشایی اماکن مذهبی و بعضی از مشاغل تصمیم بگیرد. دولت میگوید بحران کرونا وضعیت شغلی بیش از 7 میلیون نفر از شاغلان رسمی و غیر رسمی را در ایران تحت تاثیر قرار داده. مرکز پژوهش‌های مجلس از دولت خواسته با برنامه‌ریزی صحیح مانع بروز نارضایتی و ناآرامی در ایران شود. فرین آسمی گزارش می‌دهد. روزهاست این مغازه‌ها و کسب و کارها در ایران تعطیل هستند. مدیران نظارت و بازرسی استان‌های مختلف در صورت مشاهده باز بودن کسب و کارها آنها را جریمه می‌کنند. اما یک کارگر ساختمانی به بی بی سی می‌گوید دولت باید از کسب و کارهایی که تعطیل شدند حمایت کند. می‌خوام به مسئولی که میگه شما بمونید تو خونه کرونا نگیرید یا کرونا انتقال ندید یا هزار تا چیز دیگه، یعنی میشه تو خونه موند کار نکرد زنده موند، شما راست میگی به این کارگرا به این کارفرما پول بده بزن مردم خونه باشه. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران پیشتر گفته بود بحران کرونا وضعیت شغلی بیش از 7 میلیون نفر از شاغلان رسمی و غیر رسمی در این کشور را تحت تاثیر قرار داده. شاغلان در کسب و کارهایی که پرخطر نام گرفتند. کسایی هستن که خب در هر صورت تجمع توشون ایجاد میشه، مثلا پاساج‌ها، مثل تالارهای پذیرایی، مثل قهوه خونهای سنتی، رستوران ها و امثال اینها، مثل استخرا، ورزشگاه ها. حالا دولت ایران میگوید بعضی از کسب و کارها بعد از ماه رمضان دوباره باز می شوند. کلیه مساجد و مراکز مذهبی و هیئت ها از یک طرف و از طرف دیگه صنوف و رستوران ها و به هر حال جایی مثل آرایشگاه ها و امثال اینها بعد از ماه مبارک رمضان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت تدریجی بازگشایی بشن. یکی از کسب و کارهایی که به دلیل شیوع کرونا و قرنطینه در ایران و کشورهای دیگر با بحران روبرو شده، سالن‌های زیبایی و آرایشگاه است. شاید خیلی از ما در این مدت به فکر اهمیت آرایشگاه و قیچی افتاده ایم. بعد از یک ماه یواش یواش تو خیابونی که می‌رفتید متوجه می‌شدید که چقدر اصلاح متفاوت شده، اصلاح خونگیه، هیچ نظم و انضباطی در اصلاح نیست. بعضی خود دست به کار شده و موهایشان را کوتاه کردند. روز 29 اسفند با وجود اینکه از بهمن ماه از آرشگاه وقت گرفته بودم، خودم دست به کار شدم، اول موهامو با ماشین کوتاه کردم و بعدش هم با ژیلت همه موهامو زدم.
البته این کارو با مشارکت پدرم انجام دادم. اون زمان هرچی جلوتر می رفتیم اوضاع خیلی خرابتر می شد، یه فضای کرختی بودش و می دیدیم که قرنطینه قرار ادامه داشته باشه، امسال عید نه قرار جایی بریم نه از عید دیدنی خبریه و کلا قرار توی خونه باشیم و تجربه خوبی بود که بخوام این کارو انجام بدم. قرنطینه برای بعضی ها هم فرصتی شد تا آرزوهای دیرینشان را عملی کنند. موهامو خیلی ساده با ماشین زدم. همیشه علاقه زیادی داشتم که این کار رو بکنم ولی به دلایل مختلف نمیشد. قرنطینه باعث شد راحت‌تر انجامش بدم. چون مدت طولانی تو خونه بودم با نمره 4 ماشین اصلاح موهامو زدم. تجربه جالبی بود. بعضی از آرایشگرها هم به صورت مخفی و زیرزمینی به فعالیت ادامه دادند. مغازه من تعطیل بود. دولت کمک که نکرد هیچ. قبض برق رو هم برام فرستادن. چند تا مشتری ثابت داشتم. در مدت قرنطینه میرفتم خونهشون و موهاشون رو کوتاه میکردم. خرجم رو نمیتونستم در بیارم. باید گرسنگی میکشیدم. توی این مدت اجاره خونه و اجاره مغازه رو از پس انداز دادم. بعضی از آرایشگرها هم به ابتکارهای دیگری روی آوردند. مانند این آرایشگر در سیرجان در استان کرمان یا ابتکار این آرایشگر در اصفهان. موارد قانونی رو شاید اطلاع ندارم. شهربانو آبدی رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران از دولت خواسته برای پیشگیری از بیکاری هزاران نفر از شاغلین این صنف که بیشترشان نان‌آور خانواده هستند به آنها وام بدهد یا آنها را شامل بخشودگی مالیاتی کند. اینجا آرایشگاه شلوغی بوده که در روزهای عادی و بدون کرونا همیشه پر از جمعیت بوده. مشتریای زیادی میومدن توی این آرایشگاه، منتظر میموندن تا موهاشون کوتاه بشه یا خدمات دیگه‌ای بهشون ارائه بشه. اما حالا در روزهایی که کرونا هست، اینجا هم تعطیل شده. مثل خیلی از کسب و کارهای دیگه. اما مسئله اینجاست که دولت بریتانیا به کسایی که کسب و کارشون به خاطر کرونا تعطیل شده کمک مالی میکنه. برای مثال به کسایی که در صنعت مد و زیبایی کار میکنن، به کسایی که در سالن‌های زیبایی کار میکنن 80% حقوقشون رو پرداخت میکنه. اونها حتی از پرداخت مالیات هم معاف هستند. بعد از تقریبا 2 هفته سپورتایی که دولت به مغازه‌های کوچیک کرد، واقعتش تمام استرس از اون ماها برداشت. یعنی عرض کنم خدمتتون یه چیزی حدود 6 ماه تمام اجاره های مغازه‌ها رو به ما دادن، پول استافای ما رو دولت داد. خب به هر حال از بُعد مالیش ما خیلی ریلکس‌تر شدیم، یعنی خیلی با آسوده خاطر شدیم. دولت ایران گفته که برای کمک به بعضی از کسب و کارها 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌پردازد. مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 1 ماه پیش در گزارشی درباره پیامدهای شیوع ویروس کرونا در ایران هشدار داد و از دولت خواست با برنامه ریزی صحیح مانع بروز اعتراض‌های صنفی و ناآرامی شود. فرین آسمی، بی بی سی. رویکرد چین به کنترل همه‌گیری ویروس کرونا در سطح بین‌المللی مورد سوال است. اما در خود این کشور مقامات می‌گویند که کاری کرده‌اند کارستان. 2 هفته است که هیچ مورد تازه‌ای از مرگ بر اثر کرونا ثبت نشده. اما ابتلای چند نفر در شهر ووهان در روزهای گذشته سبب شد تا برنامه‌ای برای آزمایش گرفتن از همه 11 میلیون ساکن این شهر تنظیم کنند. جان سادورت از پکن گزارش می‌دهد. 2 ماه بود که این آرایشگران بیکار بودند. اما حالا بار دیگر مشغول رقص صبحگاهیشان هستند. و درست مانند اقتصاد چین دوباره خیز برمی‌دارند. تردیدی ندارند که بازگشایی سالن آرایش خود را مدیون کیستند. صاحب این آرایشگاه به من گفت که همه به حزب کمونیست اعتماد و به کشورشان ایمان دارند. چین که متهم به پنهانکاری در مراحل اولیه همه‌گیری است و گمان می‌رود که شیوع ویروس ناشی از تجارت غیرقانونی حیوانات بوده یا حتی نشر تصادفی ویروس به بیرون از این آزمایشگاه، به خوبی می‌داند که در سطح بین‌المللی تحت فشار زیادی است. اما رسانه‌های چین که توسط دولت اداره می‌شوند هیچ نشانی از این فشار نشان نمی‌دهند، بلکه چین را به سان فاتحی با شکوه در مقابله با ویروس در داخل کشور و تأمین کننده توانمند کمک‌های پزشکی به دنیای گرفتار نشان می‌دهند. هیچ چیز به اندازه ترافیک سنگین پکن نشان از عادی بودن شرایط در چین نداره. این در حالی که دنیا هنوز سوالات زیادی درباره نقش چین در این بحران داره. اشتباه اگر هر آنچه که انجام شده در سایه حکومت تمامیت‌خواه بدونیم. ممکن است اینجا برای کشورهایی که قصد دارند قرنطینه را تمام کنند درس‌های خوبی داشته باشد.
شاید استفاده از ماسک یکی از این درس‌ها باشد. بعضی از دانشمندان بر این عقیده اند که احتمالاً ماسک نقشی کلیدی در موفقیت چین در کاهش شدید شمار مبتلایان داشته. در چین استفاده از ماسک هنگام بیرون رفتن اجباریه و شاید هم این کار مؤثر بوده. میدونیم که تعداد زیادی از بیماران کووید 19 یا اصلاً علائمی ندارن یا علائم بسیار خفیف دارن. در نتیجه آزمایش نمیدن و هیچگاه بیماری اونها کشف نمیشه. درخواست من اجرای مداوم این رونده که هم از شما و هم دیگران در برابر ویروس محافظت میکنه. مقام های ووهان، شهری که همگیری از آنجا شروع شد، میخواهند تا از همه 11 میلیون مردم شهر آزمایش بگیرند. به گفته رسانه های دولتی این تصمیم واکنشی به کشف موارد جدید ابتلا بوده. جوانب دیگری از رویکرد چین هم وجود دارد که تقلید از آنها ممکن است مشکل باشد. از جمله مجبور کردن شهروندان به دانلود اپ‌هایی که حرکتشان را تحت نظر داشته باشند. چه بر اثر نیروی قهری باشد، چه به خاطر حس مسئولیت پذیری جمعی، عده‌ای خیلی کمی نسبت به عادی شدن شرایط در چین تردید دارند. و این آشکارا خلاف روند جاری است و چینی‌ها آن را جشن گرفتند. جان سادورث، بی بی سی نیوز، بیجینگ. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که شمار قربانیان حمله به بیمارستان کابل به 24 نفر رسیده. بیشتر قربانیان مادر و نوزاد هستند. زایشگاه 100 تخت خوابی دشت برچی در غرب کابل دیروز هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. طالبان محکوم کرده اما دولت این گروه را مسئول حمله معرفی کرده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. این حمله مرگبار دیروز به شفاخانه‌ای در کابل کار کدام گروه بوده؟ دولت افغانستان روایت متفاوتی از شریک استراتژیکش آمریکا دارد. سرپرست وزارت داخله به محل حمله رفت و انگشت اتهامش را به سوی طالبان نشانه گرفت. ما مقصر اصلی زیر طالبان را می‌دانیم، چون همیشه بستر رشد تروریسم در افغانستان طالبان بوده. و گرفتاری‌هایی که در آخر کردیم از گروهی که به نام داعش است، نماینده توانی نزدیک حقانی با گروه داعش است و در عین حال حمله که صورت گرفت یک جنایت جنگی است و نماینده ازی است که طالبان هیچ نوع تعهدی به توافقاتی که صورت گرفته ندارند. امروز هم سخنگوی رئیس جمهوری به شدت علیه طالبان تاخت و گفت انکار طالبان از دست داشتن در حملات چند روز اخیر برای مردم افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. ما هر روز از طالبان فقط روایت جنگی میشنویم. جز جنگ، راجع به صلح، راجع به ختم جنگ، راجع به قطع خشونت ها شما حرفایی از طالبان نمیشنویم. و بدون شک امروز هم ادامه جنگ و ای که ما در 3 سال هر روز پیشرفت داریم، ای در نتیجه تعهد این گروه برای ادامه خشونت و حراستگری است. از دید زلمه خلیلزاد که کشورش با طالبان توافقنامه صلح امضا کرده اما حمله دیروز کار طالبان نبوده. او در توییتی نوشته که همکاری طالبان و دولت افغانستان در برابر دشمن مشترکی که مرتکب چنین جنایاتی می شود و همکاری برای مهار کووید 19 ضروری است. در واکنش به این حمله، وزارت خارجه آمریکا گفت طالبان و حکومت افغانستان باید برای به دادگاه کشاندن مرتکبین این جنایت همکاری کنند. هوادوال و عوام تأسیسات و امنیت. بعد از این حمله، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به نیروهای امنیتی دستور داد که حملات خود را از حالت دفاعی به وضعیت تهاجمی مبدل کنند علیه گروه طالبان و دیگر گروه‌های جنگجو. الحمدلله. طالبان حملات دیروز را محکوم کردند و در واکنش به این موضع آقای غنی دولت افغانستان را به ایجاد موانع در برابر روند صلح متهم کردند. این گروه گفته که از این پس مسئولیت شدت جنگ و پیامدهای آن به دوش دولت است. پس از حمله دیروز، در حالی که دولت، آمریکا و طالبان در حال خط نشان کشیدن و توصیه کردن بودند، بسیاری افغانها در اندوه حمله بی پیشینه‌ای بودند که در آن مادران و نوزادان کشته و زخمی شدند. سن نوزادی یک روزه بود و نوزاد دیگر چند ساعته. علی حسینی،
بی بی سی کابل. 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده، شاعر نامدار و حماسی سرای ایران. اما چقدر شاهکار فردوسی برای ما شناخته شده؟ غیر از داستان رستم و سهراب کدام قصه شاهنامه رو میدونیم؟ و چرا برای خیلی از ما خواندن شاهنامه سخته؟ مهمان بعدی قرار جواب این سوالات رو به ما بده. افشین سپهری، پژوهشگر شاهنامه فردوسی و فعال فرهنگی از شهر سیاتل در ایالت واشنگتن آمریکا با ماست. آقای سپهری، خوش آمدید به برنامه. از این سوال شروع بکنیم که تقریبا همه ایرانی ها بر جایگاه فردوسی در ادبیات فارسی واقفند، اما خیلیاشون سخت براشون خواندن شاهنامه، علت چیه؟ درود میگم به شما و شنوندگانتون و بینندگانتون. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. بله، حرف شما کاملا درسته و فکر میکنم دلیل اصلی این قضیه که ما خیلی به شاهنامه نمیپردازیم و مردم خیلی دنبالش نمیرن این هستش که شاهنامه رو به عنوان یک کتاب داستان فقط بهش نگاه میکنن و اهمیت چندانی بهش نمیدن، متاسفانه. هرچند که همه همونجور که شما فرمودید به اهمیت فردوسی واقف هستیم و اونو ستایش میکنیم، اما باید ما بدونیم که فردوسی اون چه که روایت کرده، داستانهایی که از زاده و پرداخته ذهن خودش هست نبوده، بلکه فردوسی گذشته ما رو روایت کرده و داستانهایی رو که نقل کرده بر اساس منابعی که داشته، که این منابع از خدای‌نامه های پهلوی و حتی پیش از اون میاد، که سینه به سینه این داستانها نقل شده و ایرانیان باستان باور داشتن که اون چه که در این کتاب ها هست و اون چه در این روایت ها هست تاریخ گذشته اون است و ما هم امروزه باید این رو بپذیریم که به نوعی اون رو میشه تاریخ شفاهی سرزمین ایران دونست و اگر ما این اهمیت رو برای شاهنامه قائل بشیم مطمئنا بیشتر دنبالش میریم و این کاری هستش که بسیاری سعی میکنن امروزه انجام بدن و شاهنامه رو واقعا بکشونن به میان مردم، هرچند که هنوز جا برای کار وجود داره. متاسفانه خیلی از بحث هایی که در شاهنامه میشه در انجمنهای ادبی و محافل دانشگاهی میمونه، ولی اگر که ما بیایم و شاهنامه رو روایت کنیم، برای مردم بگیم داخل این چی هست، علاوه بر ستایش مردم علاقمند میشن که بخونن. من شک ندارم اگر که هر کدوم از ما یکی از داستانهای شاهنامه رو بخونیم و به عمقش بریم، انقدر شیفته میشیم که دوبالش میریم و واقعا نیازیست که اصلا هیچ کس ما رو حل بده به اون زن. خود شما و دخترتون از جمله کسانی هستید که تلاش میکنید برای شناسوندن این شاهکار به ایرانیان در سراسر جهان. علاقه خود شما از کجا شروع شد؟ آیا از کودکی بود یا در سنین بالاتر علاقه مند شدید؟ بله، من پدر من دبیر ادبیات بود و خب من از بچگی به ادبیات علاقمند بودم، ولی راستش شاهنامه فردوسی رو نمیشناختم تا زمانی که وارد دانشگاه شدم و آشنایی من تا اون زمان با شاهنامه در حد همون داستان رستم و سهراب معروف بود که بخشی در کتاب ادبیات دبیرستان بود و در دانشگاه من درسی رو گرفتم در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با عنوان رستم و سهراب که کل یک ترم تحصیلی فقط به همین داستان رستم و سهراب اختصاص داشت و وقتی که من این درس رو گذروندم تازه فهمیدم که حتی در مورد همین یک داستان شاهنامه که داستان معروفی است من چقدر نمیدونم و چقدر ریزکاری ها پشت این داستان وجود داره و چقدر عمق داره و همین منو علاقمند کرد که بعد از اون شاید در حدود یک دو ماه من تقریبا دو سوم شاهنامه رو خوندم و خیلی علاقمند شدم که پیگیر بشم و اینکه اون چیزی که از شاهنامه یاد میگیرم و میفهمم رو به دیگران هم انتقال بدم و از اون زمان تا به امروز هست که در محافل و موقعیت‌های مختلفی که داشتم داستان‌های شاهنامه رو برای ایرانیان روایت کردم، از جمله سخنرانی‌هایی که در دانشگاه واشنگتن دارم در شهر سیاتل که در اونجا من داستان‌های شاهنامه رو روایت می‌کنم و از جمله همونجوری که شما فرمودید ما یک مجموعه کتاب گویا درست کردیم به همراه دخترم که به دو زبان فارسی و انگلیسی به زبان ساده باز این داستان‌های شاهنامه رو روایت می‌کنیم. یعنی تاکید من بیشتر بر دو چیز هست در این روایت‌ها، یکی اینکه داستان رو بیان کنم هم به زبان ساده هم با کلام فردوسی. در واقع صحبت‌های من ترکیبی از این دو هست، هم متن شاهنامه رو می‌خونم، اما همونجوری که شما فرمودید برای بعضی از افراد ممکن مشکل باشه این متن، به همین خاطر در کنار اون اشعار فردوسی من سعی می‌کنم که داستان‌ها رو توضیح هم بدم و به علاوه سعی می‌کنم که ریشه این داستان‌ها رو هم بگم. بسیاری از ریشه‌های داستان‌های شاهنامه برمی‌گرده به متون پهلوی و حتی برمی‌گرده به اوستا، به کهن‌ترین متون فارسی که ما در اختیار داریم و یا متون ایرانی که حتی به فارسی هم نیستن.
و وقتی که ما این ریشه ها رو بررسی میکنیم تازه است که به عمق این داستان ها پی میبریم و میفهمیم که مثلا فرض بگو ضحاک و فریدونی که ما در شاهنامه میبینیم اینها فقط دوتا اسم نیستن، فقط دوتا شخصیت مجازی و تخیلی نیستن، بلکه اینها ریشه در اسطوره های حتی نه ایرانی بلکه ایرانی و هندی داره. ما در میتونیم در اسطوره هند هم حتی ریشه های بعضی از این داستان ها پیدا بکنیم و نشون میده که چقدر طول زمان گذشته از این داستان ها و همین هستش. همونطور که اشاره کردین شاهنامه سراسر داستانه، برای شما محبوب ترین شخصیت یا محبوب ترین داستان شاهنامه چیه؟ خب این خیلی سوال سختی است واقعا، ولی من میتونم به این اشاره بکنم که رستم که خب طبیعتا پهلوان بزرگ شاهنامه هست و همه اون رو میشناسن، خب شخصیت بسیار جالب و بسیار جذابی هست و حتی رستم در طول شاهنامه وقتی ما بهش نگاه میکنیم میبینیم که تغییر میکنه حتی و از یک پهلوان جوان خام تبدیل به یک پهلوان عاقل و جهان دیده میشه در طول زمان. حتی هفت خوان رستم جایی هستش که میگن که از در واقع دوره سلوک رو طی میکنه و به رشد میرسه و به تجربه میرسه در این دوران رستم. اما در کنار اون یک شخصیت که بسیار شخصیت جالبی هستش کیخسرو هست، که کیخسرو مقدس‌ترین شخصیت شاهنامه به حساب میاد و بعد از کیکاووس پدر بزرگش به تخت میشینه و در دوران کیخسرو که دوران بسیار طولانی هم هست در شاهنامه هست ما داستان‌های بسیار زیاد مفصلی میبینیم، که من یکی از این داستان‌ها رو که داستان فرود هست، فرود سیاوش پسر سیاوش هست رو دارم روش کار میکنم که سعی میکنم به شکل یک نمایشنامه موزیکال در بیارم. متنش رو نوشتم، دارم روی آهنگا کار میکنم که با گروه کوری که ما در اینجا داریم، گروه کور ایرانی سیاتل، امیدوارم که بتونیم تا چند ماه دیگه این داستان رو روی صحنه ببریم. و فرود یکی از اون شخصیت هاست که برای من خیلی جالبه، چون پیچیدگی های جالبی در این داستان وجود داره با شخصیت هایی که هستن و فکر میکنم که جالب باشه برای کسانی که مثلا این شخصیت ها رو کمتر میشناسن ببینن که اگر شما حتی رستم رو بهش نگاه نکنید و تمرکزتون رو رستم یا داستانای مثل رستم و سهراب و اسفندیار نذارید، چقدر شخصیت های دیگه و داستان های جذاب دیگه در شاهنامه وجود داره، از جمله همین داستان که گفتم که هیچکس نمیشناسه، حالا نمیگم هیچکس ولی بسیاری اون رو نمیشناسن، ولی وقتی که شما اون رو بشنوید میگید که چقدر جالب، چقدر واقعا داستان جالب و جذابی که در کنار داستان‌های دیگه شاهنامه وقتی قرارش میدی واقعا یک جایگاه ویژه‌ای میتونی براش در نظر بگیری. متشکرم افشین سپهری، پژوهشگر شاهنامه فردوسی. 60 دقیقه امشب با این ابیات تموم بکنیم که چون نیکو منش باشی و بردبار نگردی به چشم خردمند خار، از آن پاک دین‌تر کسی را مجوی که خوانند خلقش پسندید خویی. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. این برنامه رو همیشه میتونید زنده در وبسایت بی بی سی فارسی ببینید، در آینده هم در صفحه یوتیوب بی بی سی فارسی خواهد بود. شبتون خوش، مراقب هم باشید.